که عظیم است خدا، مجید در قدرت، جبروت او برتر از هر چیز است. او آسمان و زمین را با کلمه خود آفرید. آسمان ها عظمت او را نمایان می سازند و قدرت خلاقه او را به نمایش می گذارند. هر آنچه خدا آفرید نیکو بود. خدا انواع مختلف گیاهان و جانداران را آفرید. آنگاه انسان را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی دمید و به او زندگی بخشید و نخستین انسان آدم نامیده شد. آنگاه خدا زن را آفرید تا یار و مونس آدم باشد. او حوا نام گرفت. خدا مرد و زن را آنسان آفرید تا از برخی از خصوصیات او برخوردار باشند و بتوانند از رابطه صمیمی با او بهره‌مند گردند. آنها در حضور او در باغ زیبا که عدن نام داشت شادمان زندگی می کردند. نه رنجی بود و نه مرگی. خداوند به آدم فرمود از همه میوه های درختان می توانی بخوری به جز یک درخت. اگر از میوه آن بخوری خواهی مرد. اما یک روز شیطان رئیس ارواح پلید حوا را وسوسه کرد. حوا مقداری از آن میوه خورد و شوهرش نیز خورد. به خاطر این عمل شرم‌آور رابطه آنها با خدا قطع شد. خدا قدوس است و گناهکاران نمی توانند در حضور او زندگی کنند. خداوند آدم و حوا را از باغ اخراج کرد. آنها به خاطر عدم اطاعتشان متحمل چنین ننگی شدند. در نتیجه این عمل آدم و حوا و نسل‌های بعدی آنها همگی متحمل رنج و مرگ شدند. اما خدا انسان را هنوز دوست داشت و راهی برای نجات آنها فراهم کرد. خدا در کتاب مقدس آشکار ساخته که چه طرحی برای نجات انسان از گناه و ننگ و مجازاتی که سزاوارش هستند تدارک دیده تا ایشان بتوانند برای ابد در رفاقت با او زندگی کنند. خدا بخشی از این طرح را بر ابراهیم آشکار ساخت. ابراهیم به خدا اعتماد کرد و او را تکریم نمود. خدا وعده داد که او را برکت دهد و همه ملت‌ها را نیز از طریق او برکت دهد. خداوند وعده داد که به او نسل‌های بسیاری ببخشد. نسل‌های بیشمار به سان شن‌های ساحل دریا و ستارگان آسمان. ابراهیم به خدا ایمان آورد. به این دلیل خدا اعلام کرد که او از خدمتگزاران پارسای اوست و خداوند او را دوست خود خواند. روزی خدا ابراهیم را آزمایش کرد تا ببیند آیا به او توکل می کند و مطیع او هست یا نه. او از ابراهیم خواست تا پسرش را قربانی کند. ابراهیم می دانست که درست از طریق همین پسر است که خدا وعده داده بود که به او نسل‌های بیشمار ببخشد. اما باز او به خدا توکل کرد و اطاعت نمود. پس او آماده شد تا پسرش را قربانی کند. ابراهیم کارد خود را بالا برد. اما خدا فرمود ای ابراهیم به پسر صدمه ای مرسان. می دانم که خدا ترسی و حاضری از من اطاعت کنی. ابراهیم در آن نزدیکی قوچی را دید که شاخهایش در بوته ها گیر کرده است. پس آن قوچ را که خدا مهیا کرده بود گرفت و آن را به جای پسرش قربانی کرد. خداوند با فراهم کردن قوشی برای قربانی شدن به جای پسر ابراهیم محبت عظیم خود را برای بشر نشان داد. محبت او به سان محبت پدری مهربان نسبت به فرزندش می باشد. همچنین این طرح را آشکار کرد که یک قربانی نهایی خواهد فرستاد تا به جای همه انسان‌ها بمیرد. از دیرباز خدا بر انبیا آشکار ساخته بود که انسانی بیگناه را خواهد فرستاد
تا همچون قربانی به جای نسل‌های بعدی آدم بمیرد و گناه و ننگ آنها را بردارد. قربانی او برای هر کس که ایمان بیاورد راه را برای رفاقت با خدا خواهد گشود. انبیا او را مسیح موعود می نامیدند. ایشان می گفتند که او برای رستگاری بشر می آید و تا ابد به نام خدا بر آنان پادشاهی خواهد کرد. قرنها پیش از ظهور مسیح موعود انبیا درباره کارهایی که او خواهد کرد و اتفاقاتی که خواهد افتاد پیشگویی می کردند. حضرت داوود یکی از انبیا گفته بود که خدا به مسیح خواهد فرمود تو پسر من هستی. البته منظور انبیا این نبود که مسیح پسر جسمانی خدا خواهد بود. هاشا، عنوان پسر خدا بیانگر رابطه نزدیک مسیح با خدا و نیز نقش او همچون منجی و پادشاه می باشد. نبی دیگری به نام اشعیا فرمود باکره ای آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید. این پسر همان کلمه ابدی خداست که او فرستاد تا همچون انسان از باکره زاده شود و خدا را بر جهانیان آشکار سازد. همچنین انبیا پیشگویی کرده بودند که مسیح در شهر بیت لحم چشم به جهان خواهد گشود. ایشان ورود شاهانه او به اورشلیم را نیز پیشگویی کرده بودند و همچنین خیانت یهودا یکی از شاگردانش را در مقابل 3 سکه نقره. انبیا گفته بودند که مسیح جان خود را قربانی خواهد کرد، اما خداوند او را در روز سوم زنده خواهد ساخت. انبیا مسیح را پسر انسان می نامیدند و می گفتند که او بر ابری به حضور خدا باز خواهد گشت و خدا اختیار بر همه ملت‌ها را تا ابد به او خواهد سپرد. 2000 سال پیش مردی قدم به این جهان گذاشت که عیسی نام داشت. مردم با دیدن کارهای او از یکدیگر می پرسیدند آیا او همان مسیح موعود است؟ آیا زندگی این مرد پیشگویی های انبیا درباره مسیح را به انجام نمی رساند؟ این فیلم بر اساس کتاب مقدس نشان می دهد که عیسی کیست و چه کرد و چه گفت. در این فیلم مردی نقش عیسی را بازی می کند. البته کسی لیاقت چنین کاری را ندارد، اما این فیلم ساخته شد تا افراد با زندگی عیسی آشنا شوند و برکاتی را که خدا وعده داده دریافت دارند. تئوفیلوس عزیز، من اکنون وقایعی را که بین ما رخ داده به ترتیب برای تو می نویسم تا بدین وسیله از عین آنچه اتفاق افتاده واقف شوی. در آن زمان که اوگوستوس قیصر امپراتور روم و هیرودیس پادشاه یهودیه بود، خداوند فرشته خود جبرائیل را به ملاقات باکره‌ای در شهر ناصره فرستاد. نام این باکره مریم بود. ترسان مباش مریم، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای. اینک تو حامله شده پسری خواهی زایید و نام او عیسی است. چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. از آن جهت مولود مقدس فرزند خدا خوانده خواهد شد و سلطنت او ابدی. آنگاه مریم رهس پار شهری در یهودیه شد تا دختر عموی خود الیسابت را که او هم به طور معجزه آسایی حامل شده بود ملاقات کند. نازنین من، تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک و مقدس از ثمره رحم تو. همین که بانک سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادمانی در رحم من به حرکت آمد. جان من خداوند خود را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند. از این پس همه نسل ها مرا متبارک خواهند خواند. آگاه باشید ای مردان ناصره، به دستور اوگوستوس قیصر روم سرشماری عمومی انجام خواهد شد. بنابراین در تمامی نواحی جلیل و یهودیه
مردم باید ثبت نام کنند. پس هر کس ملزم است به شهر و قصبه ای که آبا و اجداد او متولد شده اند برود. بدین ترتیب مریم و همراه نامزدش یوسف به سوی بیت لحم در یهودی رسپار شد تا ثبت نام کند. و چون در بیت لحم محل سکونتی نداشتند، در استبلی محقر جای گرفتند. شبانانی که در صحرا به سر می بردند و پاسبانی گله های خیش می کردند، به ناگاه در شب ظهور فرشته خداوند و کبریای پروردگار را آشکارا دیدند و به غایت ترسان گشتند. امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای متولد شد که مسیح خداوند است. چوپانان با شتاب برای دیدن کودک نوزاد به آخر رفتند. آنان نخستین کسانی بودند که این خبر خوش، یعنی داستان مریم و ولادت منجی بزرگ را پخش کردند. یک هفته بعد چون وقت ختنه طفل فرا رسید، او را عیسی نامیدند و به اورشلیم بردند تا به خداوند تقدیم کنند. در اورشلیم شخصی صالح و متقی میزیست که با هدایت روح به هیکل در آمد، زیرا از روح القدس بدو وحی رسیده بود تا مسیح خداوند را نبیند نخواهد مرد. نام او شمعون بود. حال ای خداوند، بر حسب کلام و وعده خود این بنده ات را به سلامت مرخص بفرما. زیرا که اکنون چشمانم نجات تو را دیده است. خداوند این طفل را برگزیده است. برکت خدایی بر شما باد. آنها تمام مراسم مذهبیشان را برگزار کردند و اورشلیم را به مقصد ناصره ترک گفتند. وقتی عیسی به 12 سالگی رسید، او را برای مراسم عید فصح به اورشلیم بردند. آنها عازم بازگشت به شهر خود شدند و گمان می کردند پسر همراه آنهاست، اما عیسی در اورشلیم مانده بود. آنگاه به اورشلیم بازگشتند و در روز سوم او را در هیکل یافتند، در حالی که در جمع روحانیون یهود بود. این فرزند کیست که چنین سوالاتی می کند؟ او اهل ناصره است، گمان کردیم با ما همراه است. ببخشید، این کنجکاوی کودکانه است. هر که سخنانش را می شنید از ادراک و جوابهایش به حیرت می افتاد. فرزند، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار دنبال تو می گشتیم. برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر نمی دانستید که من باید در امور پدر آسمانی خود باشم؟ و او با ایشان به ناصره بازگشت. تدریج در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می‌کرد. زندگی عیسی. بر مبنای کتاب مقدس انجیل لوقا باب 3 تا 24. در 15 سال حکومت امپراتور تیبریوس و پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس والی استان جلیل و حنا و قیافا کاهنان اعظم، کلام خدا در بیابان یحیی رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و به تعمید و توبه برای آمرزش گناهان مردم را موعظه می کرد. ای مردم، از گناهانتان روی برگردانید و تعمید گیرید تا خداوند گناهانتان را بیامرزد، همچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است: صدای ندا کننده در بیابان که فریاد می زند راه خداوند را آماده سازد، طرق او را راست و هموار نمایید تا تمامی دره ها پر شوند و
و هر کوه و تلی در سر راه است هموار گردند. پیچ و خمها مستقیم، هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف شود تا او بگذرد. وانگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. پس ما چه کنیم؟ شما ای افعیزادگان، تکلیف ما چیست؟ به ما بگو به چه راهی روی آوری؟ به ما بگو چه کنیم؟ هران کس که دو پیراهن دارد، چون این باید یکی را بدهد به آن که ندارد، و هر که خوراکی زیاده دارد باید قسمت کند. استاد، ما مالیات بگیر هستیم، ما چه باید بکنیم؟ راهنمایی من کن ای استاد. بیش از حد قانونی از کسی نگیرید. درباره ما چه میگویید؟ ما چه باید بکنیم؟ با زور نیزه و شمشیر از کسی پول نگیرید. هرگز به کسی تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ آری، بگو، تو مسیح هستی؟ مسیح؟ من شما را به آب تعمید می دهم، اما شخصی خواهد آمد که از من به غایت تواناتر است. من لایق آن نیستم که بند پای پوش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگک خود را به همراه دارد تا خرمن خیش را پاک کرده گندم را در انبار خود ذخیره کند. خودوس مانند کبوتری بر عیسی نازل شد. صدایی از آسمان آمد که تو پسر عزیز من هستی، از تو بسیار خوشنودم. زمانی که عیسی مأموریت خود را آغاز کرد حدود 30 سال داشت و پر از روح القدس شده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد و مدت 40 روز ابلیس با وسوسه هایش او را تجربه می نمود. او در آن ایام چیزی نخورد. آنگاه شیطان به صورت ماری بر وی ظاهر گشت و چنین گفت: اگر تو پسر خدا هستی آن سنگ را بگو تا نان گردد. مکتوب است که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه خدا. سپس شیطان او را به بالای کوهی برد و در لحظه ای تمام ممالک جان را به وی نشاند. جمیع این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم به هر کس که مایل باشم بدهم. اینها همه از آن تو خواهد بود اگر مرا پرستش کنی. مکتوب است که خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما. سپس شیطان او را به اورشلیم برد و در بلندترین نقطه هیکل قرار داد. اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که خداوند فرشتگان خود را می فرستد تا نگهدار تو باشند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی برخورد کند. مکتوب است که خداوند خدای خود را تجربه مکن.
و او به ناصر آمد، مکانی که در آنجا بزرگ شد. سلام. سلام. و او در روز عبادت طبق معمول به کنیسه رفت. و از او خواستند که قسمتی از تومار اشعیا نبی را بخواند. بدانید که روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاد تا اعلام کنم خبر رستگاری اسیران و بینایی کوران را و ستم دیدگان را آزاد سازم و اعلام کنم که وقت نجات قوم خداوند فرا رسیده است. این نوشته امروز به انجام رسید، چنان که هم اکنون شنیدید. پیشگویی کتاب به وقوع پیوست، ولی فقط مسیح میتواند این وعده را به انجام برساند. آری چنین مسیح میتواند. بیشک برای من این ضرب المثل را میگویید. ای طبیب، نخست خود را شفا بده. شما هم چنین خواهید گفت، هر آنچه که در کفرناهم انجام دادی اینک در شهر خود نیز انجام بده. و من به شما میگویم که هیچ نبی در شهر خود مقبول نیست. انسان عیسی خود را به عنوان مسیح برگزیده خدا و منجی مردم معرفی نمود، اما یهودیان نپذیرفتند. خواستند او را از کوه به زیر افکنند، ولی از میان ایشان گذشته به راه خود رفت و به کفرناهم، یکی از شهرهای جلیل، وارد شد. حکومت رومی ها بر ملت در همه جا دیده می شد و مردم انتظار مسیح را داشتند تا آنان را از ظلم رومی ها رهایی بخشد. نگاه کنید، نگاه کنید، او می رود، می رود. کجا می رود؟ سلام بر تو باد. همچنین بر تو. ممکن است در قایقت سوار شوم؟ البته شما. البته. مگر از نزد ما می رود؟ برای ما حرف بزن، برای ما سخن بگوی. روزی دو نفر برای عبادت به هیکل وارد شدند. یکی از آنها پیشوای مذهبی و دیگری باجگیر بود. پیشوای مذهبی جدا ایستاده به تنهایی دعا کرده، گفت: خدایا، تو را شکر می کنم که همچون دیگر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم. حمد و سپاس تو را می گویم که چون این باجگیر نیستم. هر هفته دو بار روزه می گیرم و از آنچه پیدا می کنم 10 1 می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده، حتی نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند و به سینه خود زده گفت: خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. میدانی چه شد؟ آن باجگیر دعایش مستجاب و بخشیده شد، نه آن پیشوای مذهبی. زیرا هر کی خود را برافرازد پست گردد و هر کی فروتن باشد سرفراز شود. قایق را به میان آبهای عمیق بران ای شمعون و دامهای خود را برای صید ماهی با آب بینداز. آه، چه میگویی؟ ما تمام شب را رنج بردیم ای استاد، اما چیزی نصیب ما نشد.
حال که تو دستور میدهی دامها را به آب میاندازیم. یعقوب، یوحنا، نگاه کنید یعقوب، یوحنا، قایقتان را نزدیک بیاورید و کمک کنید. عجله کنید. ماهیست. عجله کنید. فراوان ماهیست. ماهیست. سبدها را خالی کنید. تونتر. ماهیست. بگیر. ماهیست. هر چه بخواهی ماهی. ماهیست. عجله کنید. زودتر. ماهی. از من دور شو ای خداوند، زیرا من گناهکارم. ترسان نباش، از این پس مردم را صید خواهی کرد. اینک بنده خود که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را براستی صادر گرداند. دارد می آید. رسید. نگاه کنید. عیسی، تمنا دارم یگان دختر مرا شفا دهی. بر من ترحم نما. دخترم 12 سال دارد و مشرف به موت است. تمنا دارم با من بیا. نیروز، متاسفم. عیسی، دختر تو مرده. استاد را زحمت بده. ترسان مباش، ایمان داشته باش، شفا خواهد یافت. گریان مباشید، او نمرده است بلکه در خواب است. فرزند، برخیز. قصادهید و تأکید میکنم با کسی از آنچه اینجا اتفاق افتاد سخن مگویید. وقتی بیرون آمد، باجگیری را بر سکوی درباز نشسته دید، در حال جمع کردن باج که متا نام داد. با من همراه شو.
عیسی بر بالای تپه بلندی رفت که به عبادت بپردازد و تمامی آن شب را به عبادت خداوند پرداخت. و چون روز شد از شاگردان خود 12 نفر را انتخاب کرد که حواری وی باشند. شمعون که او را همچنین پتروس می نامید و آندریاس برادر او، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، بارتولما، متا، لوقا. یعقوب پسر حلفی، شمعون معروف به قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که به او خیانت کرد. خوشا به حال شما مسکینان، زیرا که ملکوت آسمان از آن شماست. خوشا به حال شما گرسنگان، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، شما را دشنام دهند و چون شریر از خود برانند. در آن زمان شاد باشید و وجد نمایید. بدانید که اجر شما در آسمان عظیم می باشد، زیرا که پدران ایشان نیز به همین سان با انبیا رفتار نمودند. 16 17 18 19 20 بیش از این ندارم. منظورت چیست بیش از این نداری؟ بده شما ای اغنیا و ثروتمندان، زیرا ایام خوشی شما به پایان رسیده است. راستی که عجیب است، او نمیخواهد ثروتمند باشد. وای بر شما که اکنون خندانید، زیرا گریه و ماتم در انتظار شماست. وای بر شما وقتی که جمیع مردم شما را تحسین کنند، زیرا پدران آنان همین کار را با انبیای کذبه کردند. لیکن ای شنوندگان، به شما میگویم دشمنانتان را دوست بدارید، با منفورین از خود احسان کنید، برای لعن کنندگانتان برکت بطلبید و برای بدرفتاران دعای خیر کنید. هر که سیلی بر رخساره تو زند، آن سوی را نیز بگردم. بده و کسی من... که ردای تو را بگیرد، قبا را نیز از او مزایقه مکن. بده به من هم بده. هر که از تو چیزی بخواهد بدو ببخش، و اگر کسی چیزی از مال تو را برد، از او مخواه که آن را بازگرداند. با دیگران همان کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند. اگر کسانی را محبت نمایید که شما را محبت می کنند، برتری و مزیتی بر شما نیست، زیرا گناهکاران هم دوستداران خود را محبت می نمایند. اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چه برتری و مزیتی بر شماست؟ گناهکاران نیز چنین می کنند. چگونه می شود به هرزه ای دست؟ چگونه می توان با او صحبت کرد؟ منزجر کننده است، شرم‌آور است.
آری، دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا خدا با ناسپاسان و خطاکاران نیز مهربان است. پس رحیم باشید، چنان که پدر شما نیز رحیم است. سخن بگو ای استاد. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. ببخشید تا خود نیز بخشوده شوید. باز هم بگو استاد. بدهید تا به شما داده شود، زیرا به همان پیمانه برای شما پیموده خواهد شد. آیا کور میتواند کور را راهنمایی کند؟ آیا گمان نمیبرید که هر دو در حفره میافتند؟ چرا خسی را که در چشم برادر توست میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمییابی؟ ما را هدایت کنه ای استاد. خداوندا به تو نیازمندی. خوشا به حال مادری که تو را زایده و پرورش داده. خوشا به حال کسانی که کلام خدا را میشنوند و اطاعت میکنند. برم میخواهد این مرد را بشناسم. آیا گمان میداری ممکن است او مسیح باشد؟ سپس آن مرد فریسی عیسی را به شام دعوت کرد و عیسی به خانه وی رفته برای غذا خوردن بنشست. بسیار خوب بچه ها، حالا دیگر بروید. میتوانی بدوید؟ چه گفتم؟ بروید. با شیطنت به نخره کار خودشان را انجام میدهد. این زن اینجا چه میکند؟ او چه میخواهد؟ این زن کیست که دارد به او دست میزند؟ او بایستی خوب بداند که این چگونه زنیست. من میدانم این زن چه کسیست. شمعون، چیزی دارم که به تو بگویم. طلبکاری را دو بدهکار بود که از یکی 500 و از دیگری 50 دینار طلب داشت و چون چیزی نداشتند که دینشان را ادا کنند، پس هر دو را بخشید. کدام یک از آن دو را زیادتر محبت نمود؟ گمان میکنم آن که او را زیادتر بخشید. درست گفتی. این زن را میبینی؟ من به خانه تو آمدم، تو برای شستن پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک خود شست و با گیسوانش خوش کرد. تو حتی روی مرا نبوسیدی، لیکن او از بوسیدن پاهای من از ابا نکرد. تو سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پاهای مرا به عطر تطهین کرد. از این جهت میگویم گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، چون محبت بسیار نمود. با آنکه آمرزش کمتری یابد نیز محبت کمتری می نماید. ای زن، گناهان تو بخشیده شد. کفر است. چگونه امکان دارد؟ ایمان تو را نجات داد، پس به سلامت روان شو. من و عیسی در هر شهری و دهی گشته موعظه می نمود و به ملکوت خدا بشارت می داد و 12 حواری و تنی چند از زنانی که از روح پلید رهایی یافته بودند او را همراهی می کردند. مریم معروف به مجدلیه، یونا کمسرش خوزا در بارگاه هیرودیس مباشر بود و سوسن
اما هیرودیس که به مأموریت از سوی رومیان والی ولایت جلیل بود، یحیای تعمید دهنده را به زندان انداخت، زیرا وی ازدواج هیرودیس را با زن برادرش محکوم کرده بود. چه خبر؟ در دروازه نائین به انتظار ایستاده بودم، زیرا تشییع جنازه‌ای برپا بود. مرده یگان پسر بیوه زنی بود. وقتی عیسی چهره مغموم پیرزن را دید، دلش بر او بسوخت. تابوت را لمس کرد و فرمود: ای جوان، تو را گویم برخیز. در ساعت آن مرده برخاست و راست بنشست و عیسی وی را به مادرش سپرد. از او بپرس: آیا تو همان آینده و نجات دهنده هستی؟ یا هنوز باید منتظر دیگری باشیم؟ استاد، بپرس. یحیی تعمید دهنده ما را فرستاده، میپرسد آیا آن آینده تو هستی یا باید منتظر دیگری باشیم؟ او را از آنچه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان میگردند و خوشا به حال کسی که در اعتماد به من نلغزد. بر شانم بشین. چیزی میبینی؟ من عیسی را میبینم. برزگری به جهت کاشتن دانه بیرون رفت. وقتی که دانه میکاشت، بعضی بر کناره راه ریخته و پایمال شد. مرغان هوا آن دانه ها را خوردند. پاره نیز بر سنگلاخ افتاد و چون روید از آن جهت که رطوبتی نداشت، خشک گردید و فنا شد. قدری نیز در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرد و آن را خفه نمود، و بعضی در زمین نیکو پاشیده شد. تنها آن دانه ها رویدند و به بار نشستند و صد چندان ثمر آوردند. استاد، چرا با آنهایی که گرد تو هستند با مثل ها سخن میگی؟ شما را دانستن اسرار ملکوت خدا عطا شده، لیکن دیگران را به واسطه مثل ها می نگرند اما نمی بینند، می شنوند اما درک نمی کنند. معنی مثل چنین است که می گویم: دانه ها همانند کلام خداست. دانه هایی که در گذرگاه افتادند نمودار کسانی است که چون می شنوند، فوراً ابلیس آمده کلام را از دلهایشان می رباید، مبادا ایمان آورده و نجات یابند. دانه هایی که بر سنگلاخ افتادند نمودار کسانی است که کلام را می شنوند و به شادی می پذیرند. اینها ریشه ندارند، پس تا مدتی ایمان می دارند، ولی به هنگام فرارسیدن آزمایش مرتد می شوند. دانه هایی که در خارها افتادند نشان آنهایی است که می شنوند، اما اندیشه روزگار و دولت و لذات دنیوی آنها را احاطه و خفه می نماید و هیچ میوه به کمال نمی رسانند. اما آنچه در زمین نیکو واقع گشت، کسانی می باشند که کلام را به دل راست و نیکو شنیده آن را نگاه می دارند و با صبر ثمر به بار می آورند. هیچ کس چراغ را افروخته آن را زیر ظرفی یا تختی پنهان نمی کند، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا هر کس در داخل شود روشنی را ببیند، زیرا چیزی نهان نیست که ظاهر نگردد و مستوری نیست که معلوم هویدا نشود. بنابراین در آنچه می گویم دقت کنید، زیرا هر که دارد به دو بیشتر داده خواهد شد و از آن که ندارد آنچه گمان هم می برد که دارد از او گرفته خواهد شد. استاد، مادر و برادرانت بیرون ایستادند، میخواهند تو را ببینند. مادر و برادران من کسانی هستند که کلام خدای را میشنوند و اطاعت میکنند.
روزی از روزها عیسی با شاگردانش سوار قایق شده به ایشان فرمود با آن سوی دریاچه بروید. و چون می رفتند خواب او را در رو بود. توفان! توفان ما را در رو بوده. هلاک می شویم، امواج ما را احاطه کردند، نزدیک از غرق شویم. استاد ما را نجات بده، نجات ما بده. ما نجات پیدا خواهیم کرد، ما نجات پیدا خواهیم کرد. دریا آرام شد، شگفت است، عجیب است. ایمان شما کجاست؟ و سپس به زمین جدریان که مقابل جلیل است رسیدند. فرزند خدای متعال، از من چه میخواهی؟ به من بگو، از من چه میخواهی؟ نام تو چیست؟ لژیون. ای فرزند خدا، ما را به جهنم روانه مکن. آرا اجازت ده تا داخل گرازم شویم. هی برگردید، بایستید، برگردید. آنگاه ارواح پلید از وجود آن مرد خارج شده و داخل گرازان شدند. از اینجا دور شو، ما را ترک کن، از اینجا برو، ما را رها کن، برو از اینجا دور شو. اگر میخواهی از اینجا بروی، اجازه بده همراه تو باشم. به خانه بازگرد، آنچه خدا با تو کرد بازگو کن. عیسی و شاگردانش از آنجا خارج شده به بیت سیدا رفتند. گروه بسیاری اطلاع یافته در عقب وی روانه شدند. استاد،
مردم را مرخص فرما تا به دهات و مزارع اطراف رفته و برای خود غذا و مکان تهیه کنند، زیرا در این بیابان چیزی یافت نمی شود. شما خود می توانید ایشان را خوراک دهید. اگر کفاف دهد ما فقط این را داریم، 5 نان و 2 ماهی است. ای خدای بزرگ، مالک جهان، تو متبارک هستی، تو هستی که از زمین به ما نان می دهی. مردم مرا که می دانند؟ بعضی می گویند که تو یحیی تعمید دهنده ای، عده‌ای می گویند که تو الیاس هستی، و گروهی می گویند یکی از پیامبران پیشین بازگشته، پیامبری که زنده شده است. تو چه می گویی؟ تو مرا که می دانی؟ تو مسیح خدا هستی. هیچ کس را از این حقیقت اطلاع مدهید. لازم است پسر انسان زجر بسیار ببیند و مطرود گردد، کشته شود و روز سوم برخیزد. از شما چه کسی مرا پیروی میکند؟ هر جا بروی تو را پیروی کنم، اما اول اجازه بده با اهل خانه خود خداحافظی کنم. کسی که دست را به شخ زدن دراز کرده از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی باشد. اگر کسی بخواهد با من همراه شود باید اول خود را فراموش کند، هر روز صلیب خود را بردارد و مرا پیروی کند. هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد، و آن کس که جانش را به خاطر من از دست دهد آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود اگر تمام جهان را ببرد اما نفس خود را برباد دهد؟ زیرا هر که از من و از کلام من عار دارد، پسر انسان نیز وقتی که در جلال خود و جلال پدر و ملائکه مقدسه درآید از او عار خواهد داشت. اما اطمینان بدارید، بعضی از حاضرین در اینجا هستند که تا ملکوت خدا را نبینند نخواهند. پس عیسی پتروس، یوحنا و یعقوب را با خود برداشته بر فراز کوهی برای دعا برآمد. و
چون دعا می کرد هیئت چهره او متبدل گشت، لباس هایش سفید و درخشان شد. ناگهان دو پیامبر پیشین با عیسی به سخن گفتن پرداختند. آن دو موسی و الیاس بودند که در شکوه و جلال آسمانی ظاهر شده بودند. تو فدیه گناهان بشر خواهی شد و قربانگاه تو اورشلیم خواهد. چون آن دو از او جدا شدند، پتروس به عیسی گفت: ای استاد، بودن ما در اینجا خوب است، پس سه چادر بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و دیگری برای الیاس. آنگاه حواریون ترسان گردیدند و صدایی از ابر برآمد که این است پسر برگزیده من، او را بشنوید. استاد، به تو التماس میکنم که به پسرم لطف فرمایی. خواهش میکنم، تمنا میکنم او را دریاب. او تنها فرزند من است. از شاگردانم خواستم روح پلید را از او دور کنند، اما آنها نتوانستند. ای بی ایمانان و ای قوم کج روش، تا کی با شما باشم و متحمل شما گردم؟ پسرت را به اینجا بیاور. دعا کردن را به ما بیاموز استاد، همان گونه که یحیی به شاگردانش آموخت. وقتی دعا میکنید بگویید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی ده. سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد، زیرا هر که سوال کند خواهد گرفت، و هر که بطلبد خواهد یافت، و هر که در را بکوبد برای او باز کرده خواهد شد. کیست از شما که پدر باشد و پسر او از او ماهی خواهد و ماری بدو بخشد، یا تخم مرغی خواهد و کژدمی عطا کند؟
وقتی شریرها می دانند که چیزهای نیکو را باید به اولاد خود بدهند، پس پدر آسمانی شما چند مرتبه زیادتر روح القدس را خواهد داد به هر که از او بطلبد. از این رو اندیشه مکنید به جهت جان خود که چه بخورید و نه برای بدن که چه بپوشید، زیرا که جان از خوراک برتر و بدن از پوشاک والاتر است. کلاغان را ملاحظه کنید، آنها نمی کارند و نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند و خدا آنها را می پروراند. آیا شما چند مرتبه از مرغان بهتر نیستید؟ کیست از شما که بتواند به تفکر روزی بر عمر خود بیفزاید؟ وقتی توان کار کوچکی را ندارید، چرا برای ما بقی می اندیشید؟ سوسن‌های چمن را بنگرید چگونه نمو می کنند؟ حالان که نه زحمت می کشند و نه می ریسند. اما سلیمان پادشاه با همه جلالش مثل یکی از اینها آراسته نشد. پس وقتی خدا علفی را که امروز در صحراست و فردا در تنور افکنده می شود چنین می پوشاند، بیشک بسی بیشتر شما را خواهد پوشانید. ای کم ایمانان، اگر هر کدام از شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید کنده شده در دریا نشانده شود و می دیدید که درخت از شما اطاعت می کرد. لغزش ها به یقین برای هر کس پیش خواهند آمد، لیکن وای با آن کسی که باعث لغزش شود. اگر سنگ آسیایی بر گردنش آویخته شود و در دریا افکنده گردد، او را به از این باشد که یکی از این کوچکان را لغزش دهد. می دانید ملکوت خدا مانند چیست؟ مانند این است که دانه خردری را شخصی گرفته در باغ خود می کارد، پس رویده درختی بزرگ می گردد به حدی که مرغان هوا در شاخه هایش آشیانه می گیرند. من نمی دانم او راجب چه صحبت می کند. چرا تو با باجگیران و گناهکاران و متروت ها هم نشین شده می خوری و می آشامی؟ تندرستان را حاجتی به طبیب نیست، بلکه مریضان نیازمندند. من نیامدم تا عادلان را به توبه دعوت کنم، بلکه گناهکاران را. ملکوت خدا رو دوباره برای ما شهر بده، ما خوب نفهمیدیم. ترسان مباشید ای گله کوچک، زیرا خواست پدر شما عطای ملکوت به شماست. آنچه دارید بفروشید و به فقرا و مسکینان بدهید. گنج خود را در آسمان اندوخته کنید که هرگز دزد بدان راه نیابد و بید آن را تباه نسازد. آنگاه دل شما به جایی می رود که گنج شما در آن پنهان است. پس بدین سان برای خود توشه آخرت برگیرید. ای زن، تو از این مرض شفا یافتی. بنگرید، اعجاز را بنگرید، او شفا یافت. پیرزن سالها گرفتار بود، اکنون معجزه شد. خدایا شکرت. پس از 18 سال خدا نگهدارت باشد ای استاد. در هفته 6 روز باید کار کرد، در یکی از آن روزها باید شفا یابند، نه در روز شنبه که سبت خداوند. ای درویان ریاکار، کدام یک از شما در روز شنبه گاو یا الاغ خود را از آخر بیرون نمیبرد تا سیرابش کند؟ حال برای چه این زن که اولاد ابراهیم است و شیطان او را 18 سال در بند نهاده، نباید در روز شنبه رهایی یابد؟
ای استاد نیکو، چه کنم تا بتوانم حیات جاودان را وارث کردم؟ چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچ کس جز خدا در خور این ستایش نیست. احکام را میدانم. هرگز زنا مکن، قتل نفس مکن، به دروغ درباره کسی شهادت مده، پدر و مادر خود را محترم بدار. جمعی اینها را که گفتی از طفولیت تا کنون به کار بستم. هنوز تو را یک چیز باقی است که به کار نبستی. آنچه مال و منال داری بفروش و به فقرا بده تا گنج آسمان را به دست آوری. سپس با من همراه شو. ولی ما تاجریم، ثروتمندیم. چه دشوار است که ثروتمندان داخل ملکوت خدا شوند، زیرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن بسی آسان تر است از دخول ثروتمندی در ملکوت خدا. پس که میتواند نجات یابد؟ آنچه نزد مردم محال است، نزد خدا امکان پذیر است. این ملکوت خدا که وعده میدهی کجا خواهد بود؟ ملکوت خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت نگاه کن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت ملکوت خدا در میان شماست. ایامی می آید که آرزو کنید یک روز پسر انسان را ببینید، ولی نخواهید کرد. تا چون صاعقه که سراسر آسمان را از این سو تا بدان سو روشن می کند و نور می افشاند، همچون آن پسر انسان در روز موعود ظاهر خواهد شد. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم که باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا آسان تر است آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات و صحف انبیا ثابت گردد. بسا انبیا و پادشاهان میخواستند تا روز مرا ببینند و ندیدند و کلام مرا بشنوند و نشنیدند. پس ما چه کنیم؟ در تورات چه نوشته شده؟ از آن چه میفهمید؟ خدای خود را محبت نما به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود، و همسایت را چون خودت دوست بدار. همین است، چنین بکن که خواهی زیست. ولی همسایه من کیست؟ او را معرفی کنید. مردی که از اورشلیم به سوی اریها در راه بود به دست دزدان گرفتار آمد. او را برهنه کرده، مجروح ساخته، نیمه مرده واگذارده برفتند. اتفاقا کاهنی از آن راه می گذشت. چون او را بدید از کناره دیگر برفت. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور می کرد. نزدیک آمد، بر او نگریسته، او نیز از کناره دیگر برفت. لیکن شخص سامری که مسافر بود نزد وی آمده، چون او را بدید دلش بر وی بسوخت. از پیش آمده بر زخمای او روغن و شراب ریخته، آنها را بست و او را بر مرکب خود سوار کرده به کاروان سرای رساند و خدمت او کرد. بامدادان چون روانه می شد 2 دینار به سرای دار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش، با آنچه بیش از این خرج کنی در حین مراجعت به تو خواهم داد. به نظر تو کدام یک از این 3 نفر با آن شخص که به دست دزدان افتاده بود همسایگی داشت؟ آن که با او محبت کرد. تو نیز همچنان بکن. بگذارید بچه ها نزد من آیند، مانع آمدن آنها مشوید، زیرا ملکوت خدا از آن اینهاست. هر آینه به شما میگویم، هر آن کس که ملکوت خدا را مانند اطفال نپذیرد هرگز داخل آن نگردد. هر که این طفل را به نام من قبول کند مرا قبول کرده، و هر که مرا پذیرد فرستنده مرا پذیرفته است، زیرا کوچکتر از بین شما بزرگترین است. شده. چه خبر است؟ عیسای ناصری در گذر است. کی؟ عیسا؟
عیسی، به من ترحم کن، مرا دریاب عیسی، مرا دریاب. او به انتظار تو ایستاده است. چه میخواهی برای تو بکنم؟ میخواهم بینا شوم. بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. من میتوانم ببینم، چشمهایم باز شده، من میتوانم ببینم. خدا من کن، من میتوانم ببینم. هنگامی که عیسی به اورشلیم می رفت، مردم بسیاری به دیدن او می آمدند و از او می خواستند که راه نجات را به آنها نشان داده، درباره ملکوت خدا آنها را تعلیم داد. مردم کم کم او را به عنوان استاد و خداوند می پذیرفتند. بگذارید هر که می خواهد پیش آید. زکی می خواهد او را ببیند. عجب است، زکی باشکیز. استاد برای ما سخن بگو. در شهر اریها باجگیری بود به نام زکی. وی آنچنان مشتاق دیدار عیسی بود که برای دیدنش بر درخت بلندی بالا رفت. فرود بیا زکی، زیرا میخواهم امروز در خانه تو بمانم. خانه من؟ آری، در خانه تو. راستی که عجیب است، زکی باور نمی‌دارد. این سعادت بزرگی است برای او. عیسی در خانه او فرود می‌آید. آری در خانه او. بگیر، خیالی در سر داری زکی؟ گوش گیر، الحال نصف اموالم را به فقرا میدهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفتم، چهار برابرش را به او پس خواهم داد. آری، دروغ است. باور کردنی نیست. چگونه ممکن است باجگیری پولی به کسی دهد؟ این غیر ممکن است. بده زکی. امروز نجات در این خانه پیدا شد، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را جستجو کرده و او را نجات بخشد. گوش گیرید، اینک به اورشلیم می رویم تا آنچه به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده به انجام برسد، زیرا که او را به رومیان تسلیم می کنند. به او بی حرمتی کرده، آب دهان به رویش انداخته و تازیانه می زنند و سپس او را خواهند کشت و در روز سیوم برخواهد خواست. با اینکه عیسی می دانست برای گناهان مردم کشته خواهد شد، به طرف اورشلیم روانه گردید. سلطان، شاه. مردم بسیاری از آمدن عیسی شادی نمودند و او را پادشاه خود خواندند. اما بعضی از پیشوایان مذهبی که در بین جمعیت بودند، عیسی را ملامت نمودند. آسا، شاگردان خود را دستور بده ساکت باشند. شما میگویم اگر اینها ساکت شوند، هر آینه سنگ ها به صدا در خواهند آمد. عالی بود عیسی، جواب دندان شکنی دادی. سلام.
چون عیسی نزدیک اورشلیم شده شهر را بدید، بر آن بگریست. ای کاش امروز راه سلامتی خود را می دانستی، ولی افسوس از چشمان تو پنهان شده است. ایامی بر تو می آید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه کرده از هر جانب محاصره خواهند نمود. تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت، زیرا فرصتی را که خدا به تو داده بود از دست دادی. معبد مقدس اورشلیم به جای عبادتگاه به مرکز خرید و فروش مبدل گردیده بود. پولت را تبدیل کن. 6, 7, 8, 9, 10. بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش. مکتوب است که خانه من خانه عبادت است، لیکن شما آن را مغاره دوستان ساخته اید. جلوی او را بگیرید، بگیریدش، بگیریدش. نگهبان ها را صدا کنید، نگهبان ها را صدا کنید. به من گفتند که خیلی ها او را به عنوان پادشاه خود می شناسند. یک پادشاه؟ پادشاه گدایان، مطرودین و دزدان، همه چیز چون گذشته است. آنها می آیند، ادعا می کنند و می روند و مردم فراموش. کور نباش، پیروان او روز به روز افزایش می یابند، مردم او را ستایش می کنند و فکر می کنند که براستی پادشاه است. بگذارید به شما یک هشدار بدهم، اگر این مرد غریبه بیش از این آرامش را تهدید کند، شما نفوذتان را از دست خواهید داد. شاید او راست میگوید. وقت آن است که با این غریبه مقابله کنیم. هرچه فریسیان و کاتبان ریاکار مورد ملامت عیسی قرار میگرفتند، پیروان او در بین یهود زیادتر میشدند و به همین نسبت آنانی را که ملامت کرده بود بر مخالفت خود میافزودند. این هم سهم من. به شما میگویم، این بیوه‌زن فقیر از جمیع شما بیشتر انداخت، زیرا که دیگران زیادتی مال خود را به خدا هدیه کردند، لیکن این زن در عین احتیاج تمامی معیشت خیش را اهدا کرد. به ما بگو، به چه قدرت این کارها را میکنی و کیست که این قدرت را به تو داده؟ من نیز از شما سؤالی دارم. به من بگوی، تعمید یحیی از آسمان بود یا از مردم؟ چه باید گفت؟ اگر بگوییم از آسمان، هر آینه گوید چرا به او ایمان نیاورد؟ و اگر گوییم از انسان، تمامی قوم ما را سنگسار کنند، زیرا یقین می‌دارند که یحیی نبیست. ما نمی‌دانیم از کجا بوده است. من نیز شما را نمی‌گویم که این کارها را به چه قدرت به جا می‌آورم. شخصی برای خود تاکستانی را غرس کرد و به باغبانانش سپرد. آنگاه مدت مدیدی سفر کرد
و در موسم انگور غلامی را به نزد باغوانان فرستاد تا از میوه باغ بدو سفارند، اما باغبانان او را زده توهی دست بازگردانیدند. پس غلامی دیگر روانه نمود، او را نیز تازیانه زده و بی حرمت کرده توهی دست بازگردانیدند و با سیومی را فرستاد، او را نیز مجروح ساخته بیرون افکندند. آنگاه صاحب باغ با خود گفت: حال چه کنم؟ پسر محبوب خود را میفرستم چون او را ببینند احترام کنند. اما چون باغبانان او را دیدند تفکر کنان گفتند: این وارث باغ می باشد، بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما گردد. در حال او را از باغ بیرون افکنده و کشتند. زن پس صاحب باغ بدیشان چه معامله خواهد کرد؟ آمده باغبانان را هلاک کرده، باغ را به دیگران خواهد سپرد. پس معنی این نوشته چیست؟ سنگی را که معماران به دلیل بیارزش پنداشتن رد کردند، سرانجام همان سنگ اصلی سر زاویه یا ساختمان گردید، زیرا هر که بر سنگ زاویه افتد مجروح گردد، و اگر سنگ بر کسی افتد او را خورد خواهد ساخت. استاد، ما میدانیم که تو به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی. ما میدانیم که ظاهربینی نمی کنی، بلکه سعی داری طریق خدا را به صدق به مردم بیاموزی. پس به ما بگو که آیا بر ما جایز هست مالیات به قیصر روم بدهیم یا نه؟ کلامه به جایز، جایز است یا نه؟ سکه به من نشان دهید. صورت و رقم این سکه از آن کیست؟ قیصر! پس مال قیصر را به خود قیصر بدهید و مال خدا را به خدا. اما چون عید فطیر نزدیک می شد که موسوم به فصل می باشد، عیسی پتروس و یوحنا را فرستاده گفت: بروید و شام فصل را به جهت ما آماده کنید. اشتیاق بی نهایت داشتم که پیش از عذابهایم این فصح را با شما بخورم، زیرا که از این دیگر نمی خورم تا مفهوم واقعی آن در ملکوت خدا روشن گردد. ای خداوند خدای ما، مالک عالم، نامت مبارک باد که تو برای ما از تاک میوه آوردی. این را بگیرید و بین خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو دیگر نخواهم نوشید. ای خداوند خدای ما، مالک جهان هستی که نان را از زمین فراهم می آوری، تو متبارک هستی. این جسم من است که برای شما داده می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود، لیکن اینک دستان کسی که مرا تسلیم می کند با من در سفره است. در حقیقت پسر انسان باید جان خدا فدا سازد، زیرا خداوند چنین مقرر فرموده است، ولی وای بر کسی که او را تسلیم کند. خداوند برای ما بگو، بگو که خیانتکار کیست؟
بزرگترین شما باید همانند کوچکترین باشد و پیشوایتان مانند خدمتگزار. کدام یک بزرگتر است؟ آن که به قضا نشیند یا آن که خدمت کند؟ بیشک آن که به قضا نشسته است. لیکن من در میان شما چون خادم هستم و شما کسانی می باشید که در امتحانهای من با من به سر بردید و من ملکوتی برای شما قرار می دهم چنان که پدرم برای من مقرر فرمود، تا در ملکوت من از سفره من بخورید و بنوشید و بر کرسی ها نشسته بر 12 قبیله اسرائیل داوری کنید. پس خیانتکاری وجود ندارد؟ شمعون تأمل کن، اینک شیطان خواسته همه شما را امتحان کرده غربال نماید، چنان که برزگر گندم را از پوسته جدا می نماید. لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. خداوندا، من حاضرم به همراه تو به زندان بروم و با تو بمیرم. پتروس، بدان که امروز قبل از بانگ خروس خود تو 3 بار مرا انکار خواهی کرد. وقتی شما را بی کیسه و توشه دان فرستادم به چیزی محتاج شدی؟ نه، هرگز. ولی اکنون هر که کیسه دارد آن را بردارد و توشه دان را، و کسی که شمشیر ندارد جامعه خود را فروخته آن را بخرد. این نوشته در من می باید به انجام رسد که با گناهکاران محسوب شوم، زیرا هرچه راجع به من نوشته شده است به کمال می رسد. نگاه کن، ما این دو را در اختیار داریم. بگذاریم، کافی. پیشوایان مذهبی به گرد هم آمدند تا ببینند چگونه می توانند عیسی را از میان بردارند، اما شیطان در یهودای اسخریوطی که از جمله آن 12 بود داخل گشت و او رفته با رؤسای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه او را به ایشان تسلیم کند و عیسی از اورشلیم به کوه زیتون روانه شد تا دعا نماید، و چون با آن موزه رسید به ایشان گفت: بیدار باشید و دعا کنید تا در تجربه نیفتید. یهودای اسخریوطی به خاطر 30 سکه نقره به عیسی خیانت کرد. عیسی می دانست که زمان آن رسیده است تا به خاطر گناهان بشر بمیرد، پس به دعا مشغول گردید. ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. فرشته ای از آسمان بر وی ظاهر شد که او را تقویت می نمود و عرق او چون قطرات خون بود که بر زمین می ریخت. برای چه در خواب هستید؟ برخیزید و برای خود دعا کنید تا در تجربه نیفتید.
یهودا. آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی یهودا؟ خداوندا اجازه داریم به شمشیر بزنیم؟ فورا دستگیرش کنیم. کافیست دیگه. این معجزه است. آیا لازم بود با شمشیر و چوب بیایید؟ مگر من جنایتکارم؟ من با شما هر روز در هیکل بودم و مرا دستگیر نکردید. این زمان زمان شماست و قدرت شیطان حکم فرماست. و حواریون در تاریکی شب او را ترک کردند. ببریدش. مواظبش باشید. سربازان وی را به سرای رئیس کهنه آوردند و به تمسخر او را پادشاه یهود خواندند. ردای تو نیز از آن ما خواهد شد شاها. این همان ملکوت است که وعده می دادی. چه زود نصیبت شد. این است نتیجه خودسری. این مرد هم با عیسی بود. ای زن، من اصلا او را نمی شناسم. من آنها را با هم دیدم. ببینید شاه به چه روزی در آمده. درست نگاه کنید. نگاه کنید. اینان غلامان جانسار تو هم. بر ما که می نگری چه احساسی می کنید؟ تو هم یکی از آنهایی؟ نه، من نیستم. نگاه کنید، شک ندارم که این مرد با عیسی بود، چون اونیز جلیلی است. راحت من بگذار. من نمیدانم تو درباره چه صحبت میکنی مرد. نگاهش کنید. عیسی برگشت و به چشمان پتروس نگریست. پس پتروس آن کلامی را که عیسی به وی گفته بود به خاطر آورد. امروز قبل از بانگ خروس خودتو سه بار مرا انکار خواهی کرد. خدایا، خداوندا، خداوندا مرا ببخش. من پشیمانم. من تو را دوست دارم و میدانم چیستی. مرا ببخش عیسی. تو همه چیز را از پیش به ما گفتی، ولی ما نسبت به کلام تو طغیان کردیم. تو دریای محبت بودی و من همیشه همراه بودم، ولی در پایان کار ناسپاسان تو را انکار کردم. اکنون تو خود یاریم ده. می توانی بگویی که تو را زد؟ پیشگویی کن بعد چه کسی تو را خواهد زد. کافیست. می گویم کافیست. او را به شورا آورید. برخیز. Thank you.
شورای پیشوایان یهود برای بازپرسی از عیسی به گرد هم آمدند. به ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ اگر سخنی بگویم حرفم را باور نخواهید کرد و اگر پرسشی از شما بکنم پاسخی نخواهید داد. لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست. در این صورت تو پسر خدا هستی؟ تو گفتی که هستم. شنیدید؟ باز هم حرف هر روزه خود را تکرار کرد. این کار نمی کنید. او این کار نپسید. شنیدید که چه گناه کرد؟ او گناهکار است. آنچه او گفت ما به گوش من شنیدیم. او را به نزد پیلاتوس خواهیم بیا. عیسی را نزد پنتیوس پیلاتوس که خونخوارترین فرماندار رومی و مسئول مصلوب کردن هزاران نفر بود بردند. شما اینجا چه میخواهید؟ آن هم صبح به این زودی. ما مردی را دستگیر کرده ایم که مردم را منحرف میکنند. او در صحنه هیکل آشوب برپا کرده است. بگویید مجازات او چیست؟ محکومش کنید. هیچ دلیلی برای محکوم کردن او نمیبینم. هیچ دلیلی. ما او را مجرم میدانیم. به مردم میگوید به امپراتور مالیات ندهند و خود را مسیح می داند. پادشاه می داند. پادشاه؟ آیا تو پادشاه یهودی؟ تو گفتی که هستم. او از جلیل شروع کرد و اکنون به اینجا رسیده است. از جلیل؟ آیا این مرد جلیلی است؟ در این صورت نیکوست که او را به دست هیرودیس پادشاه بسپاریم. او هنوز در اورشلیم است؟ آری. او را به نزد پادشاه ببرید. بروید کنار. راه را باز کنید. بگو بدانیم تو خود را که میدانی. آنانی که حواریون خود میدانی کیانند؟ خیلی ها میگویند که تو بسیار معجزه میکنی. به من هم معجزه ای نشان بده. سرور من، او مردم ما را منحرف می کند و خود را یک پادشاه می خواند. این مرد؟ پادشاه؟ اعلی حضرتا بزنیدش. از ده پیلاتوس بازگردانیدش. این در قلمرو اوست. این مرد کاری که سزاوار مرگ باشد نکرده است.
پس دستور میدهم او را شلاق زده آزادش کنید. رسم ما بر این است که در این عید محکومی برای قوم ما آزاد. ما خواستار آزادی براباس هستیم. بله و این مرد را بکشید. شما تازیانش بزنید. آنان همچنان با صدای بلند فریاد می‌زدند که عیسی باید مصلوب شود. او را برپا نگه دارید. پس پیلاتوس حکم مرگ عیسی را صادر کرد و براباس را آزاد کرد. براباس شخصی بود که به خاطر قتل آشوب به زندان افکنده شد و عیسی را به دست آنان سپرد تا مصلوب شد. شمعون اهل قیروان صلیب را حمل کن. من را بر دوش این مرد بگذارید. چه هم بخور کنار بروید. راه را باز کنید. بروید کنار. بروید کنار. کنار بروید. کنار بروید. کنار بروید. کنار بروید. بروید کنار. بروید کنار. راه را باز کنید. راه را باز کنید. سریکار 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 برخیز. بجنه کنید. سریکار سریکار بروید کنار. سریکار سریکار کنار. بروید کنار. کنار بروید. خداوندا ما برای تو گریانیم. جرعه بنوش. این را بنوش. ای زنان اورشلیم، برای من گریان نباشید، بلکه به جهت خود و اولاد خود ماتم کنید، زیرا اگر این کارها را بدین شقاوت به چوب تر کردند، به چوب خشک چه خواهد گذشت؟ عیسی صدا تو را کمک کنم. ما برای تو آخرین کار جز این از ما ساخته نیست. حرکت کن. بیایید عجل کنید. سریکار سریکار عجل کنید. سریکار 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 عجل کنید. سریتر عجله کنید. بناتو برو. سریتر راه رو بس کنید. کنار بروید.
بکشید، او را بکشید. پدر، زیرا نمیدانم چه میکنند. دیگران را نجات داد، حال خود را برهانید. اگر مسیح هستی خود را نجات ده، از صلیب فرود بیا، به ما معجزه‌ای نشان بده. و عیسی مصلوب شد در میان دو دوست، چنان که پیشگویی شده بود. نگاه کنید این لباس شاهانه این مرد است. آن را به من بده. نه، از آن من است. چرا تو بر آن قرآن یفکنیم؟ بر هر که آمد صاحب ردا خواهد شد. تقسیم کردند و بر آن قرآن یفکندند. نیکونش است. این لباس شاهانه مال من است. اینجا هم شانس با تو بود. من آن را حفظ خواهم کرد. اگر پادشاه یهود هستی پس خود را بران. Thank you.
اگر تو مسیح نیستی پس خودت و ما را نجات بده. تو از خدا نمی ترسی؟ درباره او همان حکمی اجرا شد که برای تو، ولی او خطایی نکرده. مرا به یاد آور عیسی، هنگامی که به ملکوت خود آیی. هر آینه به تو میگویم امروز در فردوس خواهی بود با همراه من. در این زمان ظهر فرا رسیده بود و تاریکی سراسر زمین را تا 3 ساعت فرا گرفت. درست از وسط 2 پاره گردید. پدر، روح خود را به دست تو می سپارم. مجد و جلال خدای راست، به راستی که این مرد بیگناه بود. یوسف نامی از اهل رامه، عضو شورا، که مردی نیکو و صالح بود و در رأی و عمل ایشان مشارکت نداشت، از پیلاتوس اجازه خواست تا جسد عیسی را قبل از طلوع آفتاب در قبری که برای خود تهیه کرده بود بسپارد. ما را ببخشید، ما به دنبال جسد عیسی آمده ایم. همگی خوش آمدید، ولی عجله کنید چون سبت نزدیک است. روز یک شنبه با طلوع خورشید آنان به مقبره آمده و هنوتی را که مهیا کرده بودند در دست داشت. در مقبره باز است، داخل شد. آنها سنگ مقبره را به کناری غلطیده دیدند، ولی هنگامی که داخل شدند جسد عیسی را در آنجا نیافتند.
کرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخاسته است. وقتی در جلیل بود شما را خبر داد، گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سیوم برخیزد. گوش کنید، سنگ مقبره کنار رفته بود، ما داخل شدیم اما جسد عیسی آنجا نبود. خدایا نبود؟ چطور ممکن است؟ دو فرشته بر ما ظاهر شدند که از نور می درخشیدند مثل خورشید و به ما گفتند چرا زنده را در میان مردگان می طلبید؟ او برخاسته است. او راست می گوید. باور کنید آسان است. خودتان رفته ببینید، قبر خالی بود. خداوند ما رفته بود. گفته ما را باور کنید. خداوند در حقیقت برخواسته، او بر شمعون ظاهر شده است. ولی ما او را نشناختیم. البته در راه تا هنگام پاره کردن نان شما چگونه یافتید؟ در باغ او را دیدم، او مرا با نام ندا داد. سلام بر شما باد. چرا مضطرب هستید؟ چرا در دلهای خود مشکوکی؟ بنگرید دستها و پاهایم را. این خود من هستم که نزد شما ایستادم. دست بر من گذارده ببینید. زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد ولی من دارم. اینها همان سخنانی است که من درباره آن به شما میگفتم. ضروری بود آن چه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد. چون این مکتوب است که مسیح عذاب بسیار کشد و روز سیوم از مردگان برخیزد. سپس به نام او از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها کرده شود. شما شاهد بر امور هستید. من موعود پدر خود را بر شما می فرستم. پس شما در اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت اعلی آراسته شوید. خدا شما را برکت داده حفظ فرماید. تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را تعمید دهید به اسم اب و ابن و روح القدس و تعلیم دهید تا همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین. در گذشته های دور انبیا در کتاب مقدس نوشتند که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا گناهکاران را نجات بخشد و ایشان را با خدا آشتی دهد.
زندگی عیسی نشان می‌دهد که او به راستی نجات دهنده است که خدا وعده‌اش را داده بود. اشعیا نوشته باکره ای آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید. همین طور هم شد. خدا با قدرت خود کاری کرد که مریم زمانی که هنوز باکره بود آبستن شود و عیسی را به دنیا بیاورد. در کتاب مقدس نوشته شده بود که معجزه تولد او نشانه الهی بود بر اینکه این کودک همان مسیح است، همان که خدا پسر خود نامیده بود. مردم در عیسی طبیعت و قدرت خدا را می‌دیدند. او بیماران را شفا می‌داد، گناهانشان را می‌بخشید و وعده می‌داد که ایشان را به پادشاهی ابدی خود بپذیرد. عیسی جان خود را قربانی کرد و به جای همه بشر متحمل مجازات شد. بعد از آن او باز زنده شد و نشان داد که قدرتش از قدرت مرگ برتر است. عیسی آن مسیح موعود فرمود: قدرت دارم جان خود را بدهم و قدرت دارم آن را باز پس گیرم. زندگی عیسی نوشته های انبیا را تحقق بخشید و تأیید کرد که کلام مقدس خدا همان گونه که انبیا گفته بودند بدون خطا و ابدی است. عیسی نیز فرمود: سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. عیسی آمد تا به ما حیات ببخشد، حیات در کمالش، درست مانند زمانی که خدا نخستین مرد و زن را آفرید، اما ایشان به خدا اعتماد نکردند و نافرمان شدند. این عمل شرم‌آور ایشان را از خدا جدا ساخت. در کتاب مقدس آمده که همه انسان‌ها گناه کردند و نتیجه گناه مرگ است، به این معنی که گناهکاران نمی‌توانند با خدا رفاقت داشته باشند. اما همانطور که خدا قوچی تدارک دید تا به جای پسر ابراهیم بمیرد، عیسی را نیز فرستاد تا به جای نسل‌های آدم بمیرد. او چنین کرد تا هر که به عیسی ایمان آورد و توکل کند بتواند به حضور خدا راه یابد. بنابراین پیروان عیسی از مجازات جهنم رهایی می‌یابند و تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. وقتی عیسی پس از مرگ زنده شد، به پیروان خود فرمود: مردم به نام من به تمام ملت‌ها اعلام خواهند کرد که خدا گناهان کسانی را که توبه و بازگشت کنند خواهد بخشید. همچنین عیسی فرمود که روح القدس را خواهد فرستاد تا با پیروانش باشد و راستی را به آنها نشان دهد و قدرت بدهد تا راه خدا را پیروی کنند. وقتی آن زن گناهکار توبه کرد و شروع به پیروی از عیسی نمود، عیسی به او فرمود: گناهانت بخشیده شد، ایمانت به من تو را رستگار ساخته است. عیسی فرمود که محبت راستین انسان به خدا نشانه این است که خدا گناهانش را بخشیده است. عیسی مسیح از مردم خواست او را پیروی کنند. آنانی که تصمیم می‌گیرند پیرو او گردند، می‌توانند با بیان این کلمات رابطه خود را با او آغاز کنند. خداوندا، تو مقدس و متعال هستی. سپاسگزارم که مرا دوست داری. غمگینم که از احکام تو سرپیچی کردم و در حق تو گناه ورزیدم. سپاسگزارم که عیسی را فرستادی تا بر صلیب به جای من بمیرد و اینکه او باز زنده شد. سپاس که او مجازات گناه را که من سزاوارش بودم بر خود گرفت. من می‌خواهم راه تو را پیروی کنم و عیسی را نجات دهنده و سرورم بسازم. سپاس که گناهانم را بخشیدی و راه را گشودی تا به حضور تو بیایم و تا ابد در پادشاهیت با تو باشم. استدعا دارم که روح القدست را به من ارزانی بداری تا با من باشد و راه تو را به من نشان دهد. باشد که او مرا قوت بخشد تا تو را با تمامی دل خود دوست بدارم و زندگیم مورد پسند تو باشد. آمین. عیسی درباره پیروانش فرمود: گوسفندان من صدای مرا می شنوند. من آنها را می شناسم و ایشان به دنبال من می آیند. پیروان عیسی گرد هم می آیند و هر روز با او راز و نیاز کرده تعالیمش را از کتاب مقدس می خوانند و می کوشند از او سرمشق گرفته او را به دیگران معرفی کنند.
عیسی آنها را با روح القدس که در دل آنهاست هدایت کرده قدرت می بخشد. عیسی پیش از صعودش به آسمان فرمود: خداوند تمامی قدرت را در آسمان و بر زمین به من داده است. این را یقین بدانید، من همواره با شما هستم تا پایان جهان.